دوستان عزیز در این برنامه به آخرین گناه از هفت گناه کبیره می رسیم که عنوانش هست شهوت همینجور که در برنامه قبلم من متذکر شدم گناه چیزی است که زندگی ما رو به لجن می کشه تباه می کنه بنابراین اگه می زندگی سالم مفید و خوبی داشته باشیم باید این گناهان کبیره رو بشناسیم و راه گریز از این گناهان را یاد بگیریم راه غلبه بر اونها را فرا بگیریم و به این شکل به زندگی خودمون رونق بدیم امروز راجع به شهوت میخوایم صحبت کنیم میشه گفت که شهوت در واقع همون اشتیاق، اشتیاق به چیزی رسیدن اما شهوت اشتیاق است که راه به خطا رفته همینطور که در برنامه قبلم خدمتتون عرض کردم تعریف گناه اینه گناه یعنی کسی که نمیتونه به هدف بزنه و وقتی که خطا میکنه خطا کردن به خطا رفتن میگن تیر فلانی به خطا رفت یعنی همون گناه بنابراین نیازی که ما داریم اشتیاقی که ما داریم که خدادادیست میخوایم بهش برسیم اگه خطا کنیم از راه کج بخوایم به اون برسیم اسمش میشه شهوت میخوایم برای برآوردن نیاز از طریق اشتیاقی که شهوت گونه است به صلاح به اون برسیم کتاب مقدس میگه که زیرا هرچه در دنیاست یعنی هوای نفس هوسهای های چشم و غرور ناشی از مال و مقام نه از پدر بلکه از دنیاست در اینجا صحبت از حوث های چشم یا شهوت چشم شده شهوت چشم یعنی چی؟ یعنی اینکه که من هر چیز رو که میبینم میخوام داشته باشم دیگه نمیپرسم این چیزی که من میخوام آیا مال خودمه؟ آیا حقش رو دارم که بگیرم؟ آیا مال کسی دیگه هست اینا مطرح نیست اگه چیزی رو چشم دید میخواد مال خودش باشه زیربنای این شهوت در واقع یه نوع خلا و گرسنگی است گرسنگی برای داشتن حیات خوب زندگی خوب که خدا برای ما در نظر گرفته وقتی زندگی و حیات ما پر باشه وافر باشه اون موقع ما کمتر به جستجوی چیزهای دیگه میریم که شهوت ما را به اون سب میبره شهوت ما کمتر خواهد شد وقتی کسی حیات غنی داره استعداداشو به کار میبره و ارضا میشه به این شکل استعدادایی که خدا دادیه مثلا در ورزش در موسیقی اینا همش کسانی که در این چیزا هستن مثلا ورزشکار خوبی هم موزیسین خوبی هستن و وقتشون با اینا صرف میشه ببینی آدمایی هستن با نشاط اینا کمتر به دنبال شهواتشون را میفتن چون میتونن اون اشتیاقشون رو در جای سالم پیدا بکنن و به مرادشون برسن اما کسی که در چنین جوی زندگی نمیکنه گرسنگی خودش رو با شهوت پر میکنه شهوت مثل چی مثلا بعضی هستن به گنگ به گروه های ظالمی پیوندن خرابکاری بکنن به این شکل میخوان شهوه اشتیاقشون رو سیراب بکنن یا رابطه جنسی بیشتر بیش از حد یا مواد مخدر استفاده میکنن یا فلان مدل ماشین رو من حتما باید داشته باشم فلان مقام داشته باشم همه اینها از طریق شهوته که میخوام به اینا برسن چون طریق درست نیست به همین خاطر اسم شما شهوت میذاریم جالبه که پولس رسول حتی با ایمانداران مسیحی راجع به این شهوات صحبت میکنه پس این را میگویم و در خداوند تأکید میکنم که رفتار شما دیگر نباید همانند اقوام دور از خدا باشد که در بتالت ذهن خود رفتار میکنند خب این چه جور رفتاری این چه نوع طرز فکریه این رفتار و تفکریه که میگه این کارا می میتواند آتش اونها رو برآورده کند یعنی پولس میگه دیگه مثل قوم های دور از خدا نباشید که کشیده میشن به این جور شهوات و بعد پولس میگه که عقل آنها تاریک شده است یعنی اونها میذارن دنیا به آنها بگه چه چیزی آتش اونها رو برآورده میکنه شهوتی مثل شهوت پورنوگرافی یا روابط نامشروع شهوت غ... قدرت بیشتر داشتن، مادیگرایی و همه اینها پولس میگه اینها مال قومهای بی خدا هست شما ایمانداران نباید دنبال اینجور چیزا باشید ادامه میده پولس در این آیه میگه و به علت جهالتی که نتیجه سخت دلیشان است از حیات خدا به دور افتادند ببینید نمیگه از خدا به دور افتادند میگه از حیات خدا یعنی اینا ایماندار هستن از خدا جدا نیستن اما اون حیات خدا درشون نیست آنها از خدا جدا نیستن اما از حیات خدا جدان به جای اینکه بدانن نیاز اصلی اونها چیست و درست بتونن نیاز رو برآورده بکنن فکر میکنن این چیزهای دیگر به اونها حیات میبخشه پس دنبال اینجور چیزها میرن چون از حیات خدا محرومن و بعد در خاتمه پولس اضافه میکنه میگه آنان چون هر حساسیتی رو از دست دادند تمام احساس درست رو از دست دادن حساسیت اینجا منظورش احساس درست هست خیشتن را یک سره در هرزگی رها کردند چندان که هریسانه دست به هر ناپاکی آلایند پس چون درست نمیتونن اشتیاقشون رو برآورده کنن اون احساس ها رو از احساس های درست از دست دادن حالا به تن میدن به احساس های ناپاک مثل شهوت داشتن چیزهای ناپاکی که دور هست و دنیا به اونها ارائه میده عزیزان شهوات به این شکلی که من توضیح دادم و تعریف کردم هرگز نمیتونه ما رو سیر بکنه پر بکنه چون شهوت یکی از خصلتاش اینه که اگه میخواید بدونید شما دوچار شهوت هستید عادت زشتی هستید اینه که هر چقدر بیشتر اون کار رو انجام میدید بیشتر میخواید انجام بدید یعنی هیچ حد و حصری نیست شخص معتاد فرزن بگیرید وقتی که یک موادی رو مصرف میکنه دفعه دیگه میخواد بیشترش مصرف بکنه کمتر نمیشه بلکه بیشتر میشه و این نشانه عادت زشت یا شهوت هست ام ببینیم پس نتیجه اینه که شهوت ما رو به دنبال چیزهایی میکشونه که نمیتونه نیاز واقعی ما رو برطرف کنه بلکه آتش ما رو هی بیشتر و بیشتر میکنه تا جایی که دیگه زندگی برای ما سیاه میشه و ما رو به فلاکت میبره و ما ببینیم این شهوات و این خواستا و این اشتیاق از کجا سرچشمه میگیره یکی از بزرگترین دلایل داشتن شهوت در واقع نیاز ما هست به عشق و محبت نیازهای واقعی محبت دیدن از دیگران تنها نبودن اینکه من مطرح هم کسی منو میشناسه من در رابطه با دیگران هستم عزیزان اینا هست که این نبودن این عشق و محبته که ما را از پای در میاره نه به صلاح کمبود رابطه جنسی و اینا هستش تا حالا شنیدید که در دنیا یه نفر به خاطر نداشتن رابطه جنسی مثلا بمیره نبوده ولی مردم از نداشتن محبت دغمرگ میشن شاید اینه که نیاز اصلی رو ما باید تشخیص بدیم نیاز کمبود محبت با رابطه جنسی پر نمیشه به همین خاطر کسانی که شهوت دارن و رابطه جنسی رو زیاد میکنن در واقع درد اصلیشون کمبود محبت هست حتی بچه ها رو اگه شما بغل نکنید نوازش نکنید نوزاد رو میمیرن اینا مرگ میشن کما اینکه این تجربه تلخ بوده در تاریخ که دیدن در بعضی از پرورشگاه ها که در اونجا بچه های کوچیک هستن یتیم خونه ها می بیدیدن که این بچه ها هرچند بهشون می رسیدن از نظر غذا و پوشاک و همه اینها ولی بعضی هاشون می مردن دقیق مرگ می شدن بعد متوجه شدن که این بچه ها فقط نیاز به غذا و خوراک و پوشش و پوشاک و اینا نداشتن بلکه که کسی که اونا رو بغل بکنه نوازش بکنه محبتی نشون بده انسان در اثر کمبود محبته که ممکنه بمیره نه در اثر کمبود چیزهای دیگه و این یک واقعا یک خطری یک زنگ خطری بود که خیلی ها رو بیدار کرد به اینکه چقدر ما انسان ها به تماس به محبت به نوازش نیازمندیم پس اگه این رابطه این تماس نباشه خیلی روی مغز و روح ما ضربه عجیبی میخوره وقتی که این, کم کمبوده هست سیستم اصلی ما بر روابط و ارتباط پایه شده این سیستم بشری ماست وقتی از راه نادرست نمیتونیم به این تماس برسیم و این کنکشن برسیم چکار میکنیم از طریق شهوت میخوایم بهش برسیم پورنوگرافی و رابطه نامشروع داشتن به انسان این احساس رو میده که برای مدتی هرچند کوتاه تو مورد محبت قرار گرفته ای. کسی که دنبال اینجور شهوات میره لاقل برای لحظه ای برای چند دقیقه احساس میکنه که اون طرف مقابل حالا تصویر تو تلویزیون هست تو نمیدم از طریق دیگه هستش یه تماسی که لاقل به اون احساس این احساس رو میده که من تو رو دوست دارم پس میرید خلای اصلی همون نبود کمبود محبت درست و حسابی است که ما نداریم و به همین خاطر به چیزهای جانبی دست میزنیم که اسمش همون شهوات ها هست به انواع و به صورتهای مختلف ما نیاز داریم کسی ما رو بغل کنه کسی کنار ما باشه شناخته بشیم محبت بدیم محبت بگیریم وقتی اینا نباشه اون موقع انسان به شهوت کشیده میشه اما وقتی قلب ما از بدنمون جدا باشه به این معنی که قلب ما بدن دنبال شهوت میره ولی قلب نمیتونه دنبال شهوت بره قلب یه محبت و عشق اصیل میخواد ولی اگه بدن خود را به شهوت شهوات مختلف میسپاریم شاید بدن موقتا سیراب میشه ولی قلب همچنان خالی میمونه بنابراین ارزای واقعی اونه که بدن و قلب و تمام وجود ما ازش برخوردار بشه کسانی که sexual ادیکشن دارند مثلا این اعتیاد جنسی دارن اگه میخوان از این اعتیاد جنسی آزاد بشن رها بشن فقط راش این نیست که برن یک کتابی بخونن یا ببینن راه چارش چیه این قدم ها رو بردارن بهترین چیز اینه اینا به یک گروهی وصل بشن که اون گروه هم به این شخص کمک بکنه که از این حالت بیاد بیرون چرا؟ چون که کسی که معتاد جنسی هست اعتیاد جنسی داره در واقع تشنه محبته تشنه رابطه درست است. وقتی که گروهی باشه که این رابطه درست رو بهش بده این دیگه کمتر سراغ شهواتش خواهد رفت نیاز اصلی همه ماها محبته و ما این محبت رو در گروه در دیگران در یک گروه سالمه که میتونیم کسب بکنیم به خصوص اگه در خانواده بار اومده ایم که این محبت درش کم بود داشتیم و هیچ موقع کامل به ما نرسیده باشه نیاز بعدی ما نیاز به قدرته پس نیاز به محبت ما داریم و همینطور نیاز به قدرت منظورم از قدرت اینه که ما بدونیم آدم توانمندی هستیم یعنی چی یعنی اینکه من میتونم به بعضی چیزهایی که دیگران از من میخوان بگم بله یا نه این اختیار رو دارم این قدرت رو دارم کسانی که این قدرت رو ندارن در نتیجه تن به خواستای مردم میدن هر کی ازشون چیزی بخواد میدن ولی در باطن نمیخوان بدن اونتا قدرت نگفتن رو ندارن اینا هم افرادی هستند که بیشتر گرایش به شهوات دارد این هم قدرت نگفتن به ما کمک میکنه که خودمون باشیم آدم به حساب آزادی باشیم آزادن رو بتونیم عمل بکنیم اگه این قدرت درست را نداشته باشیم شهوت داشتن سمبل این قدرت خواهد شد ما و چون ما نمیتونیم به طرف بگیم نه این قدرت رو نداریم در شهوته که به صلاح میخوایم این مسئله خودمون رو حل بکنیم و, و و به همین خاطره که این اشخاص خیلی زود دچار اعتیاد میشن من جمله اعتیاد جنسی و چیزهای ناجور دیگه عزیزان این باز کمبود حیات همونطور که در اون آیه خوندم هست وقتی که این حیات در ما نباشه چیزهای تصنعی و تقلبی جای اون حیات و زندگی وافر رو میگیره باز یک نیاز دیگه که در وجود ما هست نیاز اینه که ما بدونیم کلن اه، آدم سالم و خوبی هستیم بذارید توضیح بدم وقتی وجود کسی با درد و شرم و احساس گناه پر, پر باشه دنبال مداوا میگرده من چکار کنم از دردم و تسکین بدم من چکار کنم این شرمی که در خود دارم این احساس گناهی که دارم ازش آزاد بشم و اینها این, این شخص رو دنبال شهواتی میبره که موقتا به اونا یک احساس خوبی رو میده ولی باز دوباره برمیگردم به اون حالت اول پس کسی که نسبت به خودش همیشه احساس بد داره این خیلی زود دچار شهوات میشه شهوت جنسی مواد مخدر نمیدونم داشتن ماشین آخرین سیستم این و اونو داشتن اینا همش صحبت از این خلای درون میکنه که من خودم خودم و آدم بدی میدونم شرم دارم احساس گناه در وجودم هست وقتی از حیات خدا ما محروم باشیم دنبال شهوات میریم تا به اون شکل خودمون رو ارضا بکنیم کسی که فرزن به عنوان نمونه هرس خوردن بیشتر داره آدمی است که شکمباره هست باید این شخص بتونه فرقی میان گرسنگی و شهوت خوردن بذاره و این دوتا رو از همدیگه تشخیص بده گرسنگی چیز خوبیه یه چیز طبیعی ولی تو یه حدی میخوری که گرسنگی که داری سیراب بشه سیر بشی ولی بیش از حد خوردنش اون دیگه شهوته اون دیگه حکایت از یه چیز دیگه ای می میکنه که فقط گرسنگی طبیعی نیست بلکه گرسنگی است که مریضگونه است یه چیزی است که خلایی است که در درونت هست و سیر نشده و تو با غذا میخوای اونها رو خیلی چیزهای دیگه هم که در وجودت هست اونها رو با غذا پر بکنی پس اگه دردا ما داریم شرم داریم و چیزا از این قبیل اینا با شهوات درمان نمیشه باید ما همینجور که عرض کردم به یک گروهی ملحق بشیم به افرادی که درد اصلی را به ما نشان بدن و بتونم کمک کنن از اون آزاد بشیم و بعد نیاز دیگه ای که هست نیاز اینه که من بتونم از استعدادهایی که دارم بهره برداری کنم Uh, یعنی عزیزان کسی که واقعا خودش uh, میتونه استعداداشو به کار ببره برای دیگران احساس میکنه خودش آدم مفیدی هست و هر چقدر شما بتونید استعدادایی که خدا بهتون داده به کار ببرید کمتر شهوت میتونه شما رو از پای در بیاره چون همین چیزا شما رو قانع و اغنا و ارضا خواهد کرد uh, باید با چیزهایی در تماس باشیم که به ما ذوق و شوق میدن نه چیزهایی که فکر ما رو کرخت میکنن یه مثالی بگم اگه عزیزان شما وقت دارید به جای اینکه بشینید دائم هی به تلویزیون توجه کنید که تلویزیون بیاد فکر شما رو هر جور میخواد پر بکنه شما کتاب بخونید فرق کتاب خوندن و تلویزیون دیدن اینه که تو با کتاب شما خودتون مثل که باهاش در ارتباطید کتابی رو انتخاب میکنید که دوست دارید و بعد وقتی میخونید یه حالت دیگه بهتون دست میده تا اینکه دائم جلوی تلویزیون بشینید و همینجور دکمه رو بزنید ببینید حالا که چه فیلمایی به خوردتون میدن بنابراین به فکر تفریحات یا فعالیت های سالمی به این شکل باشیم که این ما رو کمک خواهد کرد که کمتر به شهوات روی بیاریم که زندگی ما رو تباه بکنه در مورد خود عیسی مسیح میخونیم که عیسی مسیح وقتی که شیطان میاد اونو وسوسه بکنه عیسی مسیح در تنهایی بود و شیطان میاد و عیسی مسیح رو چهر روز که روزه گرفته بود و روز آخر میاد و اونو آزمایش میکنه و وسوسه میکنه من میخوام یه درسی از این وسوسه مسیح یاد بگیریم ما میخوام بگم که از یه نظر وقتی عیسی مسیح تنها بود میبینیم شیطان به سراغش میاد پس تنهایی محرومیت نبودن مردم مانع میشه که ما عطای خودمون رو به کار ببریم در حالی که وقتی عیسی مسیح عطاش رو به کار میبرد در مورد شفای بیماران بود و همینجور کسانی که دیوانه بودن ارواح پلید و از وجودشون خارج میکرد اون موقع هیچ موقع نمیدونیم که شیطان بیاد عیسی مسیح رو وسوسه کنه پس این رو از دیدگاه دارم میگم که بدونیم ما هم وقتی در تنهایی هستیم در اجتماع نیستیم با مردم سر و کار نداریم عطای خودمون به کار نمیبریم برای اینکه به ما ذوق و شوق بدن و در نتیجه چی میشیم یا آدمی میشیم تنها منزوی در خلا که حالا ما میخواییم یواشکی مخفیانه با شهوات این خلای خودمون رو پر بکنیم به همین خاطر من توصیه می کنم که خیلی لازمه که ما در جمع باشیم با گروه باشیم رفت آمد داشته باشیم عطاهای خدادادی رو استفاده کنیم نه فقط برای خودمون بلکه برای خدمت به مردم در کلیسی هم باب سه آیه نه تا ده میگه همه ما نیاز داریم که این شخصیت کهنه رو در بیاریم و تازه را نو را بپوشیم بنا به همین خاطر ما برای این کار نیاز به گروه گاهی داریم خودمون تنهایی شاید نمیتونیم این کار رو بکنیم ولی کلیسا و گروه سالم میتونه کمکمون بکنه که نیاز اصلی رو تشخیص بدیم و به اون شکل دیگه دنبال شهوت نریم با آخرین آیه میخوام خاتمه بدم بحث امروز را عیسی مسیح در یوحنا باب 15 میفرماید در من بمانید و من نیز در شما میمانم چنانکه شاخه نمیتونه از خود میوه آورد اگر در تاک نماند شما نیز نمیتوانید میوه آورید اگر در من نمانید همان گونه که پدر مرا دوست داشته است من نیز شما را دوست داشتم در محبت من بمانید اگر احکام مرا نگاه دارید در محبت من خواهید ماند چنانکه من احکام پدر خود را نگاه داشتم ماندن یعنی در این زندگی وافر خدا موندن و من شما رو دعوت می کنم که این زندگی وافر رو بچشید و دنبال شهوات نرید بلکه دنبال زندگی که عیسی مسیح ارائه میده. خدا با شما باشه.